بحث بسیار جالبی که در ارتباط با تفاوت بین عقل، خرد و مسئله اخلاق داشتیم و شما یک تعریف بسیار جالبی رو از خرد دارید میدید که کمتر کسی به این مسئله توجه کرده و سوالاتی شده که اتفاقا به اون مسئله برمیگرده. من میخواستم اگه شما موافقید، برای اینکه به هر حال از اون زمانم مدت زیادی گذشته، ما بحث رو از اینجا شروع بکنیم و به این ترتیب شما یک خلاصه ای از اون ایده‌ای که مطرح شد و در ارتباط با خرد و عقل و مسئله همینطور اخلاق هم که آوردین، از اونجا بحث رو شروع کنیم بعد از یک مروری که شما کوتاه میکنین و بعد سوالهایی هم که در این زمینه شده و این دوتا مطلب و سوالهای دیگه که من دارم رو بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. کمال میل عرض کنم که مطلبی که احتمالا راجبش صحبت کنیم، چون حافظه و خاطره من با توجه به شناسنامه هم اجازه نمیده که بدونم چه گذشته اونجا. البته من باور نمی‌کنم اینو، ولی شما بگید چون حافظتون خیلی خیلی خوبه. باورم کنید هیچ یادم نیست، ولی الان که فرمودید میدونم احتمالاً چه گفتگویی بوده و به همین جهت بود که وقتی اشاره فرمودید همچین برنامه‌ای رو داشته باشیم، من خدمتتون عرض کردم که یه چارتی هست که یه مقدار جنبه تصویری داره و این رو به دوستان خوب و عزیز در اتاق فرمان دادم و مطمئن هستم که هر وقت لازم باشه اون رو امیدوارم روی صفحه بگذارن. البته اونجا تحت عنوان انسان دیروزه و قصد من از انسان دیروز همطور که فرمودید به خلاصه یا اشاره این بود که ما در یک سال اول عمرمون با حسمون زندگی میکنیم، ولی بین یک تا هفت سالگی دو چیز دیگه وارد صحنه میشه که نقش مهمی داره، یکی هوش ماست و یکی تخیل و تصور ماست، یعنی intelligence و imagination و visualization، و نتیجه اون در ببخشید دکتر مثل که الان چارت کردن هست. بله. و به همین جهت است که وقتی که ملاحظه میفرمایید هوش هست و حس و تخیل و تصوره که نتیجه اون دو چیزه، یکی احساس و هیجان feeling and emotion و یکی جهان بینی ماست، philosophy outlook و باورها و اعتقادات ماست، belief system ماست. و این وضعیت بین 7 تا 18 سالگی ادامه پیدا می‌کرد یا 22 سالگی بعد می‌رفت تا 100 سالگی و بنابراین این شمایی است از انسان دیروز، یعنی انسانی که در حقیقت با حس و هوش و تخیل کودکی جهان رو می‌سازه و معمولاً با او باقی می‌مونه. تغییرات بسیار جزئی است، مثل تغییرات صورت آدمی است بین مثلا 20 تا 30 سالگی یا 30 تا 40 سالگی. اما از طرف دیگه ما در دنیای امروز و البته در گذشته به نظر من از 100 نفر یه نفر، از 1000 نفر یک نفر، یه امکان دیگه پیدا می‌کردن که در خودشون یه نیروی دیگری رو که فقط ظرفیتش رو داشتن اون رو رشد می‌دادن و اون این بود که بین تولد تا یه سالگی با حسمون، بین یک تا هفت سالگی با حس و هوش و تخیلمون که نتیجه اون احساسا و هیجانات و باورها و اعتقادات جانبینی و فلسفه ما بود، اما از 7 سالگی تا 18 یا 22 سالگی که امروز میشناسیم اون چیزی که به عنوان عقل هست، rational mind و یا thinking یا reasoning وارد صحنه میشه. اتفاقا تو این صحبت هایی که فرمودید هر دوتا به اون قسمتی که اصلا جایگاهش در کورتکس در مخ، نه در قسمت لیمبیک یا پایه و ضمن حتی تو فرانتال لوب بیش از همه اونجا جا داره، این اون چیزی است که به عنوان rational mind و thinking و اساسش هم بر اینه که خودش آگاهی به وجود میاره، روابط پنهان اشیا رو ما درک میکنیم یا متوجهش میشیم، قوانین رو کشف میکنیم، یه نوع تعاریف کلی، مفاهیم کلی رو به درستی تعریف میکنیم، با ضمیرهای تجرید و انتزاع هم در ارتباط هستیم و بالاخره آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه، برای که این دو با هم به نظر من در این زمینه منطبق هستن. حالا وقتی که این عقل وارد صحنه میشه ما باید یه تجنظری بکنیم در مسئله احساسات و هیجانات و جهانبینی و باورها و اعتقاداتمون که آدم عاقل این امکان رو پیدا میکنه. در غیر این صورت همچنان همون 7 ساله میمونه، 7-8 ساله میمونه و تغییرات جزئی میکنه، ولی خاصیت دیگرش اینه که اگر عقل وارد صحنه بشه و من و شما این عقل رو برای درک واقعیت که هدف اصلی و اساسی است به کار بگیریم، چیز دیگری از توش بیرون میاد که علم یا ساینسه. بنابراین این عقله که اجازه درک واقعیت رو میده و به صورت مرتب و منظمی اون رو در میاره که نامش علمه و علم رو به وجود میاره. اما تنها این عقل موجب درکی درست از واقعیت و بعدن تنظیم اون به صورت علم میشه
یه زمینه و ظرفیتی رو که امروز از نظر علمی هم میشه بحثش کرد پی وجود میاره برای اخلاق یا مورالیتی. یعنی حالا فرد یه ظرفیتی پیدا میکنه که به اصول اخلاقی برسه و اخلاق رو در وجود خودش داشته باشه. پس حالا انسان امروز تبدیل میشه به یه موجودی که احساسات و هیجانات داره، نظام باورها و اعتقادات و فلسفه و جهان‌بینی داره، ولی این مبتنی است بر واقعیت، علم، عقل. و بعدن وقتی که وارد مرحله عمل میشه، اخلاقه که راهنمای اصلی اوست و درست مانند خورشید در حقیقت زندگی او رو روشن میکنه. و به همین جهت هست که انسان امروز به دلیل این رشدی که از نظر عقلی میکنه، قسمتی که به صورت خودکار مانند هوش یا حس یا تخیل رشد خودشو نداره، باید به وجود بیاد، درست مثل یه مهارتی که من شما یاد بگیریم که تنیس بازی کنیم یا ویولون بنوازیم، این چیزی نیست که ما به صورت خودکار داشته باشیمش. چون به این صورت نیست، وقتی به وجود آمد زمینه رو فراهم میکنه برای علم و اخلاق. و اون مفهوم خردی هم که اشاره فرمودید به نظر من یه انسانی است که هر دو اینا رو در کنار از واقعیت داره، علم داره، عقل داره، اخلاق داره و مسئولیت انسانیش رو میپذیره و حالا اون خردمند یا فرد فرزانه رو من و شما میتونیم به نوعی بشناسیم. پس یه جوری به همون ابر انسان نیچه شما دارید میگید، ابر انسانی است که در واقع ابر انسان کسی است که اون خرد رو داره. البته اون ابر انسان در حدی که من از نیچه میفهمم، مثلا در چنین گفت زرتشت یا اراده معطوف به قدرت، در حقیقت اون انسانی بود که او امیدوار بود درست بشه، ولی با شکستن همه اون چیزهایی که در زمان او حداقل در آخر میشه گفت قرن 19 وجود داشت. بنابراین نیچه به عنوان یه بت شکن در بسیاری از زمینه‌ها موفق بوده و اصولا به هر حال هر چه بوده رو شکسته، حالا خوب و بد رو شاید برخی از وقت شکسته، ولی به همه فرصتی داره که دو مرتبه یه مقدار دور بریزن و شاید در یه زمینه بازسازی کنن، و یا یه مقدار بدش رو که ما احتمالاً در جنگ جهانی دوم به گونه دیگری که مورد سوء استفاده قرار میگیره و ماجرای فاشیسم و نازیسم رو به وجود میاره میتونیم ببینیم. به همین جهت است که این بت شکنی ها برخی از اوقات بت های بدتری رو هم درست میکنه. البته خب اونجا باید نقش هایدگر هم که اون تب سفسی رو تعبیر رو از نیچه کرد اشاره بکنیم بهش. اما دکتر ولاکویی اگر موافق هستین، من یکی از سوالاتی که از جوانان دانشجوی ایران از داخل کشور کرده را از شما بپرسم روی صفحه ما. من فکر کنم سوال بسیار جالبی است و سوال این هست که میگن که طرح درست سوال همواره مشکل بوده است. سوال من این است که چه موانعی بر سر راه خردگرایی با این تعریفی که شما حالا و این دوست جوان ما هم از تعریف شما از خرد آگاهند، خردگرایی در جوامع شرقی از جمله ایران تا به حال وجود داشته است و چگونه میتوان آنها را برداشت، این موانع را برداشت؟ چرا در غرب فیلسوف و خردمند ظهور می‌کردند و می‌کنند و در شرق پیامبران؟ ببینید قسمت اول، حالا ماجرای فیلسوف و پیامبران یه بحث دیگری است. قسمت اول این هست که شما در یه جایی میتونید به مرحله خرد بر اساس اون نظر که درک واقعیتی است از طریق عقل که به علم میرسه و اخلاق رو کنار خودش داره و مسئولیت انسانی رو برای فرد به وجود میاره، که شما اجازه رشد رو در یه جامعه رشد عقل رو داشته باشید. این پدیده تازه است. یعنی تا شاید 400 سال قبل از نظر من 1% مردم دنیا هم عقل نداشتن، ولی بعدن ظرف 200 سال گذشته شاید در برخی از کشورها به دلیل اینکه وارد مرحله علمی شدن اون فراهم اومد. من همیشه عرض کردم که امروز اگر فرزند من و شما دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو حتی همون 4 سال اول و در حد لیسانس رو به خوبی بداند و بخواند، به نظر من رشد عقل رو حداقل تا مرحله نزدیک به اون فرمال اپریشنال استیج و مرحله عملیات سوری و ذهنی که 18 سالگی است تا 16 سالگی شو آمده. پس بنابراین دلیل اصلی پذیرفتن علم و اصالت علم به عنوان درک واقعیته، و بعدن این رشد عقلی مهم این است که در یه محیطی بهش اجازه بدن و خودش بخواد که بره احساسات و هیجانات، یعنی نظری که راجبه مادرش داره یا راجبه خواهرش یا عمش رو داره یا داییش رو داره که احساسات و یا کشورش داره یا مردم داره یا موضوعی جنسی داره، این احساسات و هیجانات رو نه بر اساس حس و هوش و تخیل کودکی، بلکه بر اساس
بزرگسالی که به عقل و علم و درک واقعیت مجهز شده دوباره روش تغییر به وجود بره و بعداً مخصوصا بره سراغ باورها و اعتقادات و فلسفه خودش. الزاماً آدم عاقل منطق هم داره یا نه؟ بر اساس تعریف منطق مجموعه اصول و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه. یعنی ارسطو وقتی که منطق رو وضع کرد یا به یک اعتبار کشف کرد، هدفش این بود که عقل مثل یه اتومبیلی است که اگر قواعد راهنمایی و رانندگی رو ندونیم در جهت اثبات موضوعها یا آنچه که به عنوان برهان میشناسه یا آنچه که به عنوان خطابه یا شعر هست در تجزیه و تحلیل‌های او، یا اون وقت میتونیم دچار سفسطه و مغلطه بشیم و بنابراین ما از عقل ظاهرا استفاده میکنیم، ولی یه جای این استدلال چون درست نیست ما نتیجه گیری عجیب و غریبی از توش در خواهیم برد. و شما تو بحث‌های بسیاری از مردم میبینید که تا یه جایی مسائل رو عاقلانه میان، ولی بعدش با یک حرکت درست مثل یک انحراف میتونن همه چیز رو برهم بریزن و از هم بپاشن. و این نوع در حقیقت تجزیه و تحلیل‌های افراد رو میشه دید. مثلا فرض بفرمایید هواپیمای از رو زمین بلند میشه، طرف برمیگره به مهماندار میگه که این قوطی کبریت ها چیه؟ میگه اینا قوطی کبریت نیستن، اینا ساختمونن، هواپیما اوج گرفته و به نظر کوچک میان. بعد از مدتی زنگ میزنه باز دو مرتبه میگه که این مورچه ها چه هستن؟ میگه اینا مورچه نیستن، اینا آدم ها هستن، هواپیما اوج گرفته، به نظر چه میاد. بعد وقتی براش غذا میارن یه بیسکویت کوچکی بوده، میگه اینا دیگه پرسش نمی کنم، اینا حتما نون بربری بوده، هواپیما اوج گرفته کوچه. ببینید یعنی شما یه جایی این سیستم رو خراب میکنید. به نظر من، البته مثالی بود که فقط جنبه شوخی هم درش بود، ولی به نظر من ارسطو کوشش کرد که این کار آخر رو ما نکنیم. ما تو تجزیه و تحلیلامون داریم درباره این موضوع ها، برای اینکه شما وقتی با علم که خود شما متخصص این کاری داشناسید، موضوع علم کمیت و عدده، مسئله اندازه است و درصد و درصد. بنابراین همه چیز میتونه یه درصدش باشه، ولی بس وقتی 99 درصد اون طرفه موضوع رو عوض خواهد کرد. اشکال کار در این گونه موارد است که آدم عاقل ممکنه با این درصدها و مسائلی از این قبیل به درستی برخورد نکنه. حالا نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که در جوامع شرقی احساسات و هیجانات نقش مهمی هنوز داره. یعنی جامعه جامعه احساسی و هیجانی است و ضمناً جامعه‌ای است که بر اساس باورها و اعتقادات، بنابراین یه فشاری روی سیستم عقلی و علمی میاره که ما آخر کار این حرف رو بزنیم که دو خط موازی به هم نمیرسن مگر خدا بخواد. یعنی میدونید شما آخر کار یه دفعه سیستم رو خراب میکنید، یعنی نمیذارید بحث تا آخر به صورت عاقلانه پیش بره و به واقعیت برسید، احساسات رو میارید. درست مانند اینکه شما اگر جراح باشید و بخواید فرزند خودتون رو عمل کنید نمیتونید، برای که احساسات و هیجانات شما مانع میشه و به همین جاست که گفته میشه احساسات و هیجانات یا باور و اعتقاد میشه یه بمبن که میتونن منفجر بشن برای دگرگون کردن واقعیت، علم و عقل و حتی برخی از اوقات اخلاق و تحت شعاع قرار بدن. نتیجتا مردمانی، حالا شرقی و غربیش رو بنده میتونم نمیدونم دقیقا این خط کجا میشه کشید، ولی اگر شما فرض کنید یه آدمی باشید که همچنان احساسات، عواطف، هیجانات، اون حالات درونیتون عامل اصلی تعیین کننده نگاه شما به واقعیت یا حتی انتخاب واقعیت برای مطالعه و تحقیق باشه، یا باورها و اعتقادات شما وارد یه حریمی بکنید که بخواید برید از یه درصد یه موضوع استفاده کنید و یه مطلبی رو که 99 درصدش غلطه رو اثبات کنید. شما دیدید بسیاری از آدم‌ها میرن یه بحثای درباره مسائل دینی میکنن، یعنی میرن از یه راه عجیب و غریبی و بعد مثلا میخوان باور دینی و مذهبی خودشون رو ثابت کنن که مثلا موجودات اینچنین هم وجود داره یا یه چنین چیزی میتونه موجب آنچنان چیزی بشه، در حالی که خب این احتمال یک در هزار، یک در میلیونه، اونم تازه بر اساس تعریف اوناست، ولی چون باور و اعتقاد دارن میرن ثابت کنن. شما الان یه مطلبی رو که من می‌خواستم دقیقاً همین بود بگم، یعنی مسئله که یوسف این است که ما همینقدر که به موضوعی نگاه میکنیم از ابتدای مقدار تصمیم راجبش گرفتیم. من همیشه عرض کردم بسیاری از ما اول تصمیم میگیریم بعد دنبال دلیل میریم. یعنی من به شما میگم میاد امروز بریم با هم شام بخوریم یا بریم سینما، شما اول تصمیم گرفتید نه، بعد میگم چرا نه، حالا میرید خب من کار دارم، من این هست، شما اینا رو به حساب نیوردید و این به من بگید نه. ببینید ما قرار هست ابتدا واقعیات رو نگاه کنیم، ارزیابی کنیم، بعد جواب بدیم. شما این کار نکردید، چون روزی که من شما گفتم چرا نمیایید،
شما از هیچ دلیل ندارید، فکر میکنید، بعد 5 تا دلیل یا میارید یا میتراشید. اینجاست که نشون میده اون گزارش تا حدودی درسته، نه کاملا. یعنی ما درباره موضوع از قبل تصمیم رو گرفتیم و این کاریه که از مغز میکنه. یعنی ببینید، درست مثل اینکه من اگر سابقه دوستی با شما دارم، شما رو که میبینم برداشت من این است که رابطه خوبی و دوستانه خواهیم داشت و در نتیجه تو حرف ممکن آزاردهنده شما رو ابتدا تا من به دلیل اینکه اون سابقه رو دارم اصلا نگیرم، به طوری که دوست من برگره بگه آقای دکتر نگیری این حرفی که به دوزد بودار بودا، این حرف حسن نیت توش نبود، و من اون موقع متوجه بشم. برای که من از قبل تصمیم راجع به حرف شما گرفتم که شما حرفتون محبت آمیز و دوستان است، تموم شده رفت. حتی تجزیه تحلیل نمی کنم، برای که من موضوع تجزیه تحلیل می کنم برای نتیجه گیری، من از قبل نتیجه‌مو گرفتم. این مسئله است. علتش هم اینه که ببینید، تو هر دوتا مطالعه‌ای که اشاره فرمودید، آخر کار این ماجرای مغز ماست. دقیقاً. یعنی همه چیز آخر کار اونجاست. بنابراین یه روزی هم میرسه که به شما میگن این قرص رو بخور مهربون میشی، این قرص رو بخور از عصبانیت میافتی، این قرص رو بخور. خب الان هم تا یه حدودی این اتفاق داره میفته، فقط چون اطلاع اون کمه اونقدر بلا معلومه. ببینید یه اشتباهی که ما میکنیم این است که ما یه چیزی یه جای دیگه، نه، ما همه چیز همون سیستم عصبی و مغزی. حالا اگر چیزی اضافه داریم اونا نقشی نداره، اون یه بحث دیگه است که تو صحبت دوستمونم بود، ولی این چیزیست که هست و این چیزی که هست یه مقدار زمینه های طبیعی داره و یه مقدار آموخته. الان که من شما فارسی بلدیم کجاست؟ تو مغزه. به همجاست که الان اگر من شما تصمیم گیریم فارسی دیگه بلد نباشیم، من میتونیم شما، من میتونم تصمیم، من دیگه از این بعد نمیخوام فارسی بلد باشم. ممکن نخواهیم فارسی حرف بزنیم، اما نمیتونیم فارسی بلد نباشیم. شما نمیتونید الان تصمیم بگیرید که رانندگی بلد نخواهید بود. پس بله، اینا اونجا نشستند و این ماندنشون در اونجاست که من شما نشون میده باید مواظب باشیم چیزایی که اونجا میمونن و ماندگارن کارشون درست باشه. یعنی از یه صافی و فیلتری بگذرونیم، با بیرحمی به کند و کاو بپردازیم که مبادا یه چیزی بیاد بمونه که بعداً به صورت اتوماتیک و خودکار تصمیم رو بگیره و غلط باشه. این اون گرفته است. به همجاست که یه آدم متخصص کسی است که تا اونجایی که ممکنه خودشو خالی میکنه بره ببینه واقعیت چیه. به همین دلیل است که به قول برتراند راسل میگه آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درست درک نمیشن. یعنی شما اگر خورشید پرستید، یا فرض کنید شما یه باوری دارید درباره خوب بودن ایران و ایرانی، خب معلومه شما نتیجه گیریتون با کسی که ایرانی رو یا بد میدونه یا بی‌طرف متفاوته. همینطوره. در ادامه این بحث میخواستم سوالی رو بکنم که میخوام یه مقدار شاید بگیم دنده خودرومون رو عوض کنیم، یه کمی جهت رو به سمت دیگه ببریم. بذاریم فرض این رو بکنیم که به هر حال یکی از وظایف مغز ما اندیشیدنه. به نظر میاد که انواع مختلف داریم. من فقط یه مسئله‌ای که با همین خبر علمی داشتم این بود که اشاره میکنن که کسانی که اندیشیدن تحلیلی دارن، اندیشه تحلیلی دارن، انگلیسیش چی بود؟ analytical thinking. okay. در مقابل critical thinking. و خب مثلا مسئله critical thinking یکی از چیزهاییست که ما میدونیم دکارت خیلی از یا فیلسوفای دوره نوگرایی و رنسانس خیلی به مسئله critical thinking اهمیت میدن. و بعد اون وقت اینجاست که به نظر من همینجا میشه این پل رو هم زد که ما یه سری انسان‌هایی داریم که شاید به حال به همه مسائل فکر بکنن، یه سری حالا فکر به صورت تحلیلی فکر میکنن، ولی یک سری هم دارن نقادانه فکر میکنن. و به نظر میاد در همون جام هست که تعریفی که اون دوره فیلسوفا دارن میدن از انسان‌هاییست که ما بهشون میگیم روشن فکر. و بعد به نظر میاد که در طول تاریخ و اون نوعی که روشنفکر وارده به خصوص فرهنگ ما شده اصلا دگرگون شده تعریف با اون تعریفی که به هر حال در بین فیلسوفان دوره نوگرایی، عصر نوگرایی در اروپا بوده. و برای همین هم هست که من باور دارم که ما تقریبا به تعداد مردممون در ایران همه معتقدن که روشنفکرن، به خاطر اینکه تعریف روشنفکری اصلا مشخص نیست در این زمین.
من میخواستم اگه موافقید یه مقدارم در این زمینه بحث کنیم که اصلا شما روشنفکر رو کی میدونید، چجوری تعریفش میکنید و ارتباطش با عقل و خرد و اخلاق و منطق چیه؟ ببینید آقای دکتر، مطلبی که الان اشاره فرمودید analytical mind یعنی یه آدمی که اهل تجزیه و تحلیله، یا آدمی است که پدیده ها رو از هم میشه کافه برای که بیشتر بفهمه بعد سر هم میکنه. اصلا یه مقداری کار علمم همین دیگه، در حقیقت یه تجزیه است، حتی تو مغزم میدونیم داستان تجزیه است، طبقه بندیه و و. critical mind یعنی اینکه تمام مدت هی داره به شما میگه شک کن، مواظب باش، غلطه ها، اشتباه ها، یعنی رهامون نمیکنه. این همون چیزیه که در دکارت هم شک دستوریه به نظر من. یعنی شما روزی که آدم کریتیکال مایندی دارید یا آدمی هستید که میگید خب هرچی که باور منه یا اعتقاد شماست یا آنچه که من و شما به عنوان درست و غلط میشناسیم و بیا دائما زیر سوال بذار. چون پس به نظر من آدمی که اهل تجزیه و تحلیله یه نگاه علمی داره، ولی به نظر من شاید نگاه حرف تندیست انسانی و اخلاقی نداره و به همین جاست که میتونه در خدمت خودکامگان هم قرار بگیره، برای اینکه فقط با واقعیت کار داره، روباتیک در واقع پیدا. دقیقاً به همین جاست که این همون چیزیه که برخی از اوقات تو آقایون چون بیشتر دیده میشه به دلایلی، خانما بعداً برچسبی که میزنن و درست هم هست، شما احساس ندارید، شما هیجان ندارید و بعدم اینجور آدم ها میتونن به عنوان آدم های خشک تلقی بشن یا آدم هایی که به چیزی باور و اعتقاد ندارن. یعنی این رو امیدوارم کسی هم اذیت نشه، حالا به رشته شما هم میخونه، من برخی از وقت در دوستانی که توی علوم تجربی هستن میبینم، یعنی یه نظام استدلالی کاملا اگر بشه گفت فیزیکی مکانیکی نه. عددی ریاضی و به همین جد است که در حقیقت مثل آدمیست که بخواییم بشناسیمش تیکه تیکش میکنیم، ولی خب درسته شناختیمش ولی بعدا نمیتونیم زندهش کنیم چون از با درش آوردیم. critical mind اون جنبه نقاده، اون جنبه نه تنها حتی نقد انتقاده، یعنی حتی میره سنجشگره. حالا دقیقا این مطلبی که شما به نظر من راجع به روشن فکر میفرمایید که البته جای گفتگو داره ولی چون نظرم رو عرض میکنم، به نظر من آدم روشن فکر کسی است که analytical mind رو باید داشته باشه. به خاطر این analytical mind ناچار باید علم داشته باشه، یعنی باید عقل داشته باشه، باید واقعیت آنگونه که هست بشناسه به عنوان یه انسان، برای که ما جهان رو یه جور میبینیم، یه سگ و گربه یه جور دیگه میبینه. پس شرط اول آدم روشن فکر از نظر من یک برداشت و دریافت عمیق و دقیق علمی عقلی بر اساس مطلبی فهمیدی منطقی که به واقعیت میرسه، این رو داره. اما شرط دومش اون کریتیکال بودنشه که در این کریتیکال بودن عنصری که وجود داره این است که راجع به همه چیز همیشه شک داره. اصولا این شک رو به صورتی در میاره که میگه من این باور همکنون منه ولی لطفاً و حتماً عقیده من رو از هم بپاشید و بهش اعتراض کنید و انتقاد کنید. یعنی اگر بارها عرض کردم اگر یک کتاب خونده درباره اون اعتقادش، 5 تا کتاب خونده در جهت رد اعتقادش. یعنی یک کسی به نظر من میتونه بگه من به یه دینی باور دارم که بگه من درباره مطالبی علیه این دین و باور خودم بیشتر کتاب خونم، نه اینکه درو بستم صدام هم در نمیاد، تام یه فکری به ذهنم اومد مخالف عقیدم بگم نه حالا شیطان داره تو وجود من دخالت میکنه و بذارمش کنار. یعنی این مسئله اصلی و اساسی است، یعنی اون روحیه نقاد، یعنی پرسش کرد. چون ببینید اشکال کار اینه که غالب اوقات ما قبل از اینکه تو سوالو طرح کنیم برام جواب رو داره. نه، من باید همونطور که پاپ راسل میگه فلسفه اصلا کارش طرح درست سواله، یعنی و راهام نکنه و معنای این که طرح درست سوال یعنی جواب رو بپذیره، ولی اینقدر سوال روی جواب بگذاره که باز دو مرتبه موضوع اصلی پرسشه نه مسئله جوابی که غالبا آدم ها میگن داره. پس ماجرای دوم به نظر من آدم روشنفکر این است که این دید انتقادی رو داشته باشه. باز تکرار میکنم همیشه آرزوش امیدش اینه که عقیده و نظری که داره مورد اعتراض قرار بگیره و اگر اشکالی توش هست در حقیقت از هم پاشیده بشه. همینجاست که شما در گروه اول تحصیل کرده و عامل اول هستن ولی معلوم نیست دومی باشن، برای که بسیار از وقت ما حتی گرفتار توحش تخصص میشیم. یعنی من چون پزشکم یا من چون اقتصاد میدونم یا من چون شیمی میدونم
پس من همه جهان رو از اون دید ببینم. این تبحش تخصص رو من شما توی ملاقاتی که چند قبل در یه جایی داشتیم براتی میشد دید که یه آدمی فقط و فقط همه چیز رو از اون دید. یعنی شما میوارید یه صحبتی هم درباره پرورش تعلیم تربیت میکردید باز از همون دریچه وارد میشد. این خطر یه آدم تحلیلیه، در حالی که آدم که نقدی داره همیشه حرفش هست که لطفاً و حتماً به نظر من حمله کنید، لطفاً و حتماً عقیده منو نپذیرید، لطفاً و حتماً هرچی بیشتر سوال کنید و اعتراض بکنید معلوم نظر من رو و خودتون رو بیشتر و بهتر فهمیدید. بنابراین موضوع اصلی اون why یا چرایی است که اینجا مطرحه. اما این تمام نمیشه به نظر من روشنفکر. روشنفکر نمیتونه خمیرمایه انسانی رو نادیده بگیره و اون احساس و هیجان feeling and emotion و نمیتونه اصول اخلاقی رو نادیده بگیره. یعنی اخلاق به عنوان یه باید سر کلش پیدا میشه، عدالت و انصافه، رهایی و آزادی است که البته راهنماش باید باشه. پس بنابراین از نظر من آدم روشنفکر یاد تحصیل کرده نیست. آدم روشنفکر یه کسی است که واقعیت جهان رو، که البته این واقعیت در جهت روشنفکری ناچار وارد حریم انسانی میشه، مستقیما انسانی. بنابراین اگر امیدوارم حالا دوستان باز اذیت نشن، شما اگر حالا به شما میتونم راحت هم شما اگر فیزیک خوندید شما با فیزیک آشنایید، ولی ماجرای فیزیک قرار درست مانند شما وارد حوزه انسانی بشه. بنابراین کسانی که ابدا قصد من مدرک تحصیلی نیست، ابدا عنوان، تکرار میکنم، ابدا عنوان و مقام علمی و دانشگاهی نیست، ابدا آگاهی یادمه. یعنی من یادمی هستم که با انسان و موضوعی انسانی آشنا هستم. شما اگر یه فیزیکدان بزرگ باشید، یه شیمیدان بزرگ باشید، روشنفکر نیستید. به هیچ وجه. برای که شما عالمید، شما اونجا متخصصید، شما اونجا دانشگرید، هرچی که نامی که شما براش دوست دارید، ساینتیستید. ولی شما روشنفکر نیستی. به همجاز یه اشتباهی که در ایران بود، ما هر کسی که تحصیلات داشت، عنوان داشت، مدرک بگوییم روشنفکر، نه هیچ ارتباطی به روشنفکر نداشت، او فقط در رشته خودشه. پس اولا رشته باید بسیار مسائل انسانی باشه، به هر حال مسئله روان و جامعه انسانی باشه که جنبه‌های مختلف رو میگیره. دوم وارد حریم احساس و هیجان بشه و اخلاق و راهنمای خودش داشته باشه. و بعد مهمش این است که این روشنفکر مسئولیت خودش رو بپذیره. تو این مسئولیت یعنی ناچار باید از خودش هزینه دیگه اینجا نمیتونه فقط بهره بردار باشه. یعنی اینجاست که مسئولیت انسانی او مطرح میشه. حالا پس من روشنفکر کسی میدونم که علم رو میشناسه، از به این دلیل که عقل داره و واقعیت رو باش آشناست، اونم در حریم و حوزه انسانی در حقیقت این آگاهی رو داره، احساس و هیجان رو وارد سیستم کرده، نظام باورها و اعتقادات و فلسفه او هم جهانبینی است مبتنی بر این علم و عقل و واقعیت و احساس و هیجان و اخلاق. چون من میتونم فرض بفرمایید یه نظام باورها و اعتقادات عجیب و غریب داشته باشم، یعنی شما همین باشید، بعد آخر کار برگردید بگید که مرد بر زن برتره، یا بیاد برگردید بگید که مثلا این پیروان این ادیان نجسن یا اینا برتر از اون یکی بدن، همونطور فرمودید که برای خب اینجا دیگه شما همه رو به هم زدید، چون دیگه نظام باورها و اعتقادات شما تمام خمیرمایه واقعیت و علم و عقل و احساس و هیجان و اخلاق رو زیر پا گذاشته. به همین جاست که این موضوع. حالا روشنفکرا به نظر من دو تا جنبه دارن. یکی روشنفکرای نظری ان که در حد نظرن، حالا یا به دلیل شرایط یا به هر حال بحثا و وقت و انرژی. یه دل روشنفکرای عملی ان، به همین جاست که برخی از روشنفکرا روشنگر هم هستن، یعنی کنشگرا هم هستن. حالا این کنشگرا در زمان خودش میتونه جنبه فقط اشاعه نظرشون داشته باشه، یا زمان میتونه درگیری در یه فعالیتی داشته باشه. و چون همه اینا بی‌معنی است مگر اینکه در خدمت انسان و انسانیت باشه، برخی از اوقات ماجرای روشنفکری معناش درگیری در اون نیاز انسانی، انتظار انسانی و به ویژه برانگیخته شدن از اون درد و رنج انسانیه. اینجاست که به یکباره اون چیزی که به نظر من روشن فکر خودش رو نشون میده. یعنی شما یه موجودی هستید که میدونید هدف از این همه آگاهی و دانایی تغییر شرایط بد، پایان دادن به درد و رنج، پایان دادن به آنچه که در حقیقت ظلم است و بیداد در جهانه و نمیتونید در صحنه نباشید و در حقیقت در دنیای ذهن و خیال خودتون با خودتون خوش باشید. اینجاست که من
کوتاهش کنم، روشن فکر رو کسی میدونم که مسئولیت اخلاقی و انسانیشو میپذیره، این مسئولیت و وظیفه اخلاقی انسانی، نه البته رسالت و میشن رو، اون ریسپانسیبیلیتی و دیوتیش رو میشناسه و این رو بر مبنای واقعیت، بر مبنای علم و عقل، استفاده از منطق برای تجزیه و تحلیل‌های عاقلانه‌اش، احساسات و هیجانات انسانی که جزء مهمشه و نظام باورها و اعتقادات میآمیزه و به همین جهت که تعداد کمی از آدمای تحصیل کرده، از آدمای درگیر، آدمای شناخته شده به نظر من روشن فکره. چون روشن فکری هم این جمله آخر عرض کنم، شرطش اینه که ما گرفتار ایدئولوژی نشیم. در مفهوم ایدئولوژی یعنی من میپذیرم یه مجموعه دارم که چیزای بدم توشه، در حالی که آرمان خواهیه، اون ایدیاله. آرمان خواه یعنی من نظام باورها و اعتقادات و احساسات و هیجان و آگاهی دارم که همه چیزش همکنون درسته، آمادم تغییرش بدم، ولی همکنون درسته. و مثالی هم که همیشه عرض کردم و برام مهمه اینه که شما یه مرغی رو بهتون دادن که برای شام بپزید، همه اضافاشو که بر اساس نظری که راجع به سلامتی و بهداشت دارید و خوشمزه بودنش دارید، اضافاش پرش رو یا نوکش رو دور انداختید، پختیدش، بعدم در وقت خوردن ای بسا استخوان‌هاشو نمی‌خورید. ایدئولوژی معناش این است که ما مرغ همین جوری می‌خوریم، یعنی مثل یه مار می‌بلعیم. و به همین جاست که من هر کسی که طرفدار ایدئولوژی روشن فکر نمی‌دونمش، برای اینکه او از قبل آمده گفته من خودم رو بستم، یه چیزای بدی رو هم، یه چیزای غلطی هم با توضیح و توجیه و مال این زمان نیست، مال اون زمان بوده و یه وقتی مهم بوده و برای برخی ها مهمه و بعدم برای ترس خوبه و برای که آدم رو به راه راست دار. یعنی میدونید اینا دیگه بازی هست که تو این صحبت هایم که شما بهش اشاره فرمودید به نظر من گرفتاری ما اونجاست. نتیجتا روشنفکری که ایدئولوژی از نظر من روشنفکری آدم آگاه و دانش. دقیقاً میشه گفت حالا حد اکثر اینه که آدم متفکریه، ولی با تعریفی که از روشنفکر داریم، به خصوص من فکر می‌کنم واژه روشنفکر که از همون واژه فرانسوی لومینرایز ترجمه شده، یعنی واقعاً کارش باید روشنایی انداختن به تاریکی‌های فرهنگی، اجتماعی و ذهنی باشه. و همونطور که گفتید، من فکر می‌کنم نکته بسیار مهمی بوده شده که آدم‌های ایدئولوژی بنا به تعریف یه بخش تاریکی دارن که اصلاً دوست ندارن کسی به اونها بخواد چراغ قوه بده. پنهانش می‌کنم. پنهانش می‌کنم. اون بحث دکتر عزیزم، به همین جاست که من روشنفکر دیدی نمی‌شناسم. من دقیقاً سوال بعدیم همین بود که این ترکیب متناقضی که به خصوص بعد از شاید بگیم در یک دهه اخیر در ایران، چون ما در غرب همچین چیزی رو نداریم که اشاره بشه مثلا religious intellectuals، و این روشنفکر دینی یک ترکیب به نظر میاد متضاد و متناقضی. شما میتونید بگید حتی نواندیش هم باش مسئله دارم، چون این اندیشه باشه آدم به اونجا نمیرسه. نوآور هست، نوپرداز هست، نوگرا هست، من هیچ مشکلی با اون لغت ها ندارم که نگاه دیگری میکنه، ولی روشنفکر نه، به هیچ وجه. همطور که توی این پرسشی که دوست عزیز اشاره کرده بودن چرا شرق و غرب تفاوت داره، به خاطر اینکه غربیا 300 400 سال قبل این پرونده رو بستن، حداقل در یه تجزیه و تحلیل سنگین 100 ساله درباره کتاب‌هایی که عنوان کتاب‌های مقدس بود، در وارد جزئیات و ترجمه ها و مقایسه ها شدن، تقدس صدایی رو انجام دادن کاملا، یعنی گفتن اون حوزه یه حوزه باور و اعتقاد جدا، ما رو رها کنید از تجزیه و تحلیل واقعیت در این جهان، و بنابراین آمادگی پیدا کردن که تو این زمینه آنگونه که من خدمتتون عرض کردم حرکت کنن. ولی در شرق ما دو چیز رو رها نکردیم، یکی احساسات و عواطفمون بود، چون پدرمون اینو دوست داشته خدا بیامرز، پس من نمیتونم خلاف اون باشم. یکی هم اعتقاداتون، مگر آدم میتونه توی مثلا یه حرفی بزنه که آدما ناراحت بشن، یا اصلا حالا غلط هم هست که باشه. تا اونجایی که شما نگاه کنید در فرهنگ ایران چی میگیم، آدم باید به یه چیزی بالاخره ایمان داشته، بله. حتی به یه چوب خشک، بله. بابا اصلا تمام گرفتاری بشریت سر ایمان بوده، یعنی ما همیشه آسیب رو از همین ایمان‌های غلط خوردیم. ایمان به خودی خودش هیچ خوب نیست، مهم ایمان به چه چیزی، درسته، خوبه، واقعی است، مناسب، خوبه. ایمان به چیز بد و غلط ویرانگر و نابود کننده است، هم برای خود ما هم دیگران. دقیقاً. من یه بحثی رو کردید آقای دکتر که فکر می‌کنم اینم خیلی بحث مهمی است، که یک روشنفکر به فکر مصالح شخصی خودش نیست، و حتی ممکنه که چه بسا در گذشته شاید دهه‌ها باید می‌گذشته تا ارزش کاری یک روشنفکر مشخص بشه، چون شاید حرفش کاملا در خلاف هنجار اون روز جامعه خودش بوده.
و باز یه چیز دیگه ای که به نظر میاد خیلی خلط معنا شده در فرهنگ ما همین هست که روشنفکر باید ببینه که چی الان مد روزه و سعی کنه که اون حرفو بزنه که مردم پسند باشه و اون موقع خیلی روشنفکر خوبیه، هر چقدر حرفش رو مردم بیشتر بپسندن. و اگه یه حرفی بزنه که مردم خوششون نیاد احتمالاً آدم اصلا روشنفکر نیست. بنابراین من فکر کنم این یه نکته خیلی مهمی است که اشاره کردید. نکته دومی هم که من می‌خواستم باز تاکید کنم توی اشاراتتون بود، شما گفتید روشنفکری که حالا نظری هست و یک روشنفکری که کنشگر هست. آیا این رو میشه به این ترتیب تعبیر و تفسیرش کنیم که ما روشنفکرها رو به دو گروهی هستن که در یک سپهر خصوصی هستن که بیشتر شاید با یک طبقه روشنفکر دیگری در تماس هستن که اونها باید نظریه های اینها رو یک کمی تقلیلش بدن که عام فهمتر بشه، و یک سری روشنفکرهای سپهر عمومی هستن که به طور مستقیم با مردم تماسن و حتی میتونن نقش رهبری یک کنش های اجتماعی رو هم به عهده بگیرن. فرض کنید کسی مثل گاندی. ببینید آقای دکتر، البته هر خود شما بهتر میدید، تقسیم بندی به هر حال علم نیست و بنابراین درست و غلط نداره. در حقیقت طرح‌های طبقه بندی کلاسفیکیشن اسکیم خاصیتشون همینه. اون چیزی که به نظر من اهمیت داره اینه که ما در کدام برهه از زمان هستیم. شما فرض کنید در امریکا باشید، ماجرای روشنفکری شما در یه چارچوبی میتونه به عنوان وظیفه و مسئولیتتون باشه که مانع انحرافات بزرگ بشید، بلا سیستم عمومی رو که به عنوان یه مجموعه حرکت کنه خیلی کارش نمیتونید بکنید. بنابراین مثلا فرض کنید الان در فصل انتخابات در امریکا میتونید با یه مقدار بحث ها و گفتگوها مردم رو متوجه این کنید که هم از یه طرف این باورها رو تغییر بدن هم تو انتخابشون دخالت کنند. اما یه زمانی است که شما توی یه کشوری با مسئله مرگ و زندگی آدم روبرو هستید، اینجا ماجرا بسیار فرق میکنه. یعنی شما اینجا یه دفعه مسئولیتتون از یه گفتگوی عمومی تبدیل میشه به یه مسئله بسیار ویژه و مشخصی که داری، برای که فرض کنید با یه تغییر اساسی و بنیادی هزاران چیز دیگه هم به دنبالش دگرگون میشن. حتی فرض کنید در انتخابات امریکا شما اگر فکر کنید حزب جمهوری خواه دموکرات، هر کدام که ریاست جمهوری که در امریکا ریاست جمهوری در مقام مقایسه با بسیاری از کشورهایی که ریاست جمهوری از قدرت فراوانی برخوردار در کاخ سفید باشه، تصویری که یا او داره در ذهنش نه تنها امریکا، جهان رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و میتونه حتی تا مرز مرگ و نابودی برای گروهی مردمی یا حتی جهان تموم بشه. یعنی این قدرت ها امروز در اختیار چنین افرادی هست، همونطور که فرض کنید جنگ سرد میتونست با یه اشتباهی منجر به نابودی جهان بشه. بنابراین گفتگویی که در اینجا به نظر من وجود داره اینه که ما کجا قرار گرفتیم از نظر تاریخی، و تاکید من این است که من و شما به عنوان یا آدمی که در این زمینه بحث و گفتگو میکنیم راجع به کی و کجا داریم حرف میزنیم. ببینید شما وقتی که روشن فکر هستید ماجرای شما حقیقته نه مصلحت، و به همین جهت است که اصلا تفاوت مدیریت و رهبری هم همینه. مدیریت با توجه به آنچه که داره اوضاع اداره میکنه، رهبری حتی خیلی چیزا نداره. فرض کنید گاندی خیلی از اوقات در مقابل تمام اطرافیانش و تمام کسانی که توصیه میکردن با چنین چنین سر یه حرف ایستاد و گفت حرف همینه که هست، برای اینکه برای او حقیقت، برای او حرمت و حقوق انسانی مطرح بود. ببینید آقای دکتر، داستان روشنفکر همینه که مصلحت گرا نیست، منفعت گرا نیست، برای او واقعا عملگرام نیست، پرگماتیست هم نیست به یه معنی. ببینید هدف رو انتخاب میکنه، به نظر من استراتژی رو انتخاب میکنه و بنابراین درگیر استراتژی دیگه نمیشه، ولی مخصوصا کاری که به خاطر تاکتیک انجام نمیده. ببینید یه گرفتاری بزرگ در مسئله روشنفکری اینه که شما بیاید مثلا فرض بفرمایید بخواید عدالت رو و یا آزادی رو در جهان بیارید، شما هرگز نمیتونید خود آزادی و عدالت رو هزینه کنید. شما هرگز نمیتونید اونچه که زیر بنا و زیر ساخت عدالت و آزادی حق انسانی است، حرمت انسانی رو نادیده بگیرید. بنابراین شما ناچار باید از راه خوب به چیزهای خوب برسید. بسیاری از ما فکر کنیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، پس چون هدف من عالی و متعالی است، حالا من میتونم در مراحل بسیار پایین عمل کنم، حالا میتونم دروغ بگم، حالا میتونم توطئه کنم، حالا میتونم
زندانی کنم، حالا میتونم ظلم کنم، حالا میتونم موجب قتل بشم، برای که من خواهم عدالت رو برم. یک گرفتاری بزرگ اینه که روزی که شما در مسیر ساختن یه چیز خوب خودتون رو فاسد و گندیده میکنین و از راه بد میرید، معمولا جوابتون خوب نخواهد بود. و این اون مسئله مهمی است که روشنفکر نمیتونه به دلیل مصلحت و منفعت، به دلیل تاکتیک گرفتار بشه. و به همین جهت است که معمولا روشنفکر ممکنه یه جایی تو سیستم در دنیای امروز درباره مسئله به نظر من سیاست بیسته، اونجایی که قدرت به عنوان اصل هست. برای که وقتی قدرت آمد، حقیقت و عدالت از در رفته بیرون، واقعیت دیگه جایی نداره، شما را با مفهوم قدرت روبرو هستید. بنابراین مثال یک کسی فرض کنید مثل گاندی که زدید و اتفاقا تو دنیای امروز من فکر بکنم بشریت به اونجا رسیده که اگر شما اخلاقی با موضوع برخورد کنید، نه اینکه بالاخره برنده خواهید شد، نه، همکنون برنده خواهید شد. به همین دلیل است که بسیاری از جوامع وقتی از راه غلط رفتن به جواب غلط رسیدن. از نظر من انقلاب ایران انقلاب خشم بود، انقلاب عدل، و چون انقلاب خشم بود انقلاب عدل ما رو به خشم بیشتری هم رسوند، در حالی که اگر عادلانه عمل میکردن به مجردی که قدرت رو به دست میگرفتن اساس عدالت بود، اساس آزادی بود، اساس محبت بود، اصلا حتی خودشون هم یه همچی هزینه هایی رو نمیدادن، چست بر دیگران تحمیل کنن. برای که ما وارد اون مرحله شدیم، ما نمیتونیم یه قاعده فرض کنیم، من و شما که میتونیم دوستانه صمیمانه با هم خوب با شادی با لذت با رضایت زندگی کنیم، خودمون درگیر کتککاری کنیم و بعد حالا بیایم بگیم که احتمالاً چه جوری باید می‌زدیم یا می‌خوردیم که جواب بهتری برای من یا شما به دست میومد. خب از اول یه سوالی هست که چرا ما باید درگیر بشیم، چرا ما بیایم یه جهانی درست بکنیم که اساسش بر رفتار نادرست و نامناسبه و بعد حالا بخوام اینو یه جوری توضیحش بدیم و توجیهش کنیم. چرا مثلا فرض کنید شما بیاد بگید که من میخوام یه حکومتی داشته باشم، حالا دروغم میگم، فریبم در ازش استفاده میکنم، واقعیات رو هم انکار میکنم، خب بعدم بهانم این باشه که من میخوام سیستم رو نگه دارم. این هم کاریه که حتی پدر و مادرها بعضی وقتا در خصوص بچه‌ها میکنن، که مثلا پدر و مادر میگه من عصبانی میشم برای که بچه بترسه. نه، بهتره که عصبانی نشی، با فرزندت موضوع رو در میون بگذاری، چون اونی که کمک میکنه، نه اینکه رول بازی کنی که او رو بترسونی بعد همسرت بیاد پادرمیونی کنه که حالا ببخشید بگذارید که شما به هدفتون برسید. حتی این کار تو کار پرورش تعلیم تربیت هم ما ها انجامش میدیم، چه سبب کار سیستم سیاسی. به همین جاست که به نظر من روشنفکر نمیتونه رو اخلاق رو انسانیت پا بذاره، به دلیل اینکه میخواد هدفش رو برسه. هدفش نشدن نشده، چون اون هدف نیست، هدف خوبی است که از اون خوبی ها به دست میاد. وقتی شما خراب کردید گرفتار میشید. بنابراین ما در مسیر راه نمیتونیم فاسد بشیم، گندیده بشیم به این امید که بعداً به مقصود که رسیدیم همه چیز خوب و درست خواهد بود. این اون کاری است که برخی از اوقات با همون اصطلاح معروف ویرانگر که درش اخلاق و انسانیت نیست، که هدف وسیله رو توجیه میکنه، ما رو گرفتار میکنه. بنابراین الان فرض کنید در خصوص مسائل بسیاری از کشور از جمله کشور ایران، مهم این است که هدف شما چیه. این هدف اگر اخلاقی یا انسانی است در چارچوب آنچه که مربوط به ایرانه، بعداً بر اساس این هدف شما یه استراتژی انتخاب میکنید که تو این استراتژی، یعنی این نقشه و طرح و برنامه، قرار همه اون چیزی که میخواید بعداً بسازید الان توش باشه، نه اینکه چون ما هدفمون عالی است حالا میتونیم به صورتی موجود دانی و واقعاً هیچ حرکت کنیم و عمل کنیم و یا در کوتاه مدت یه چیزایی رو بپذیریم و بپسندیم. من اشاره به تاریخ و اینا نمیخوام بکنم، من اشاره به واقعیت و مسئولیت انسانی میخوام بکنم که به نظر من روشنفکر هرگز اون تخطی رو نمیکنه. یعنی روشنفکر هیچ وقت با دروغ، با دزدی، با تجاوز، با قتل، با توطئه کاری نداره. هیچ وقت هیچ توجیهی هم نمیتونه بکنه برای اینکه به هیچ وجه. یعنی مسائل باید آنگونه که هست بهش نگاه بکنه، نه اینکه بعد از توش چیزی در بیاره. فرض بفرمایید مثلا بنده شنیدم مثلا انتخابات شده، اگر انتخابات درسته درسته، غلطی غلط، ولی اگر شما اومدید انتخابات غلط رو تایید کردید ولی بعدن از این انتخابات غلط یه چیز خوبی در اومد، شما نمیتونید بگید پس ما نظرمون درست بود و انتخابات درست بود. انتخابات غلط بوده، همچنان هم هست. اشکال کارم این است که اون چیزی که نتیجهش گرفته شده معلوم نیست که شما فکر میکنید نتیجه خوب داده. اگر انتخابات درست رو میکردید یا انتخابات غلط رو به نوعی
تحریم میکردید نتیجه بهتری بدون این همه آسیب و خطر اتفاق بیفتاد. بنابراین ما نه تنها متاسفانه کسانی داریم که هدف رو چون خوب میدونن وسیله رو توجیه میکنن، حتی هدف بد و غلط رو به دلیل اینکه در کوتاه مدت یه فرصتی به اونها میده برای که یه چیز خوبی رو به حساب خودشون داشته باشن، میخوان اون رو به عنوان خوب جلوه بدن. اینجا اون گرفتاریست. درست بذار راحت و آسوده صحبت کنم. فرض کنین عده‌ای بودن که انتخابات دو سال و نیم سه سال قبل رو تحریم میکردن، انتخابات آخرین ریاست جمهوری، برای که میگفتن این انتخابات نیست، این انتصابات وسط این همه آدم چهار نفر آمدن در یه چارچوبی هستن. ایده ای که موافق انتخابات بودن دلایلشون چیز دیگه ای بود، اما بعد از اینکه اون انتخابات منجر به اون جنبش شد گفتن ببینید چه خوب شد که انتخابات شد. اونا تو انتخابات گویی یک از قبل اینا میدونستن که انتخابات میشه، تو انقلاب انتخابات تقلب میشه، این تقلب موجب یه جنبشی میشه و چون حالا جنبش خوبه پس ما نباید انتخابات تحریم کرد. اگر کسی اون طرحو داشت میتونستم بفهمم. تازه شما از راه غلط که به جای درست نمیرسید، علاوه از کجا که یه نیرویی که در حال حرکت بود رو شما با یه چنین مسیر کوتاه مدتی که براش به وجود آوردید ای بسا از راه خودش برای مدت کوتاهی منحرف کردید. اگر به جنبش‌های اجتماعی یه جور دیگه نگاه کنیم، اینی که باید مواظب باشیم همطور که اشاره فرمودید، توضیح ممکنه یه روشن فکر بتونه بده ولی توجیه نباید بکنه، چون جستیفیکیشن با اکسپلنیشن مسئله متفاوت. کاملا اشاره کردید به اینکه جامعه ما بعد از انقلاب به هر حال یک حرکت خشنی رو انجام داد، میتونست طور دیگه‌ای باشه و به نظر میاد جامعه ما هم الان جامعه خشنی شده. من میخوام برگردم به صحبت‌های اولمون تو این مسئله هم که داشتید میگفتید، مشخصا برمیگاش به همون مغلطه‌ای که در این بحث‌ها انجام داده میشه که همون از عقل استفاده میشه ولی قسمت منطقش استفاده نمیشه. من چند روز گذشته در شاهنامه به یکی از ابیاتی رسیدم در مورد زال و یک بخشی از این شعر، مصرع دوم شعر میگه که خرد دور شد و عشق فرزانه گشت. آیا واقعا این دوتا در تعریفی که ما امروز داریم، به خصوص از حوزه تخصصی شما دارم میپرسم، آیا واقعا عشق و خرد در تقابل با هم دیگه هستن؟ بدون تردید نه، ولی من البته بر میگردیم سراغ مطلب شاهنامه چون من خاطرم نیست، خواندم خیلی قبل. از نظر من اصلا عاشق کسیست که عقل داره و اخلاق داره، و همجاست که من عشق رو بدون اخلاق نمیپذیرم. شما اگر عاشق زن یک کسی یا شوهر یک کسی دیگه بشید اسمش رو عشق نگذارید، خیلی گرفتاری و بیماری ها میتونه باشه. شدت خواستن شما نشانه است برای که اخلاق رو شما زیر پا گذاشتید. یه آدمیست که همسری داره و شما اونجا جایی ندارید. پس بنابراین من مفهوم عشق رو با اخلاق مرتبط دارم و عشق هم از نظر من تاج عقل میدونم و اون جنبه‌ای که اون همه تاکید کردم، آدم خردمند کسی است که به احساس و هیجان توجه داره، اوج این احساس و هیجان اخلاقی و انسانی رو عشق میدونم، اون سر اونجا. اما اگر دلتون میخواد، چون من اصلا به خاطرم نمیاد برای که سوء تفاهم نشه، داستان چه بود که اون جمله آخرش به زیاد در اومد؟ زمان نیست که در واقع مسئله عاشق شدن زال و تهمینه است و اونجا در واقع در توصیف زال این رو میگه که بنابراین اولا از یه طرف زال رو خردمند میدونه، خردمند میدونه، ولی بعدن حرفش این است که غلبه با عشق بود. من اونجا دو تا اشکال دارم. اولا احتمالا خیلی خردمند نبوده، دوم عشق نبوده، سکس بوده. بنابراین احتمال اونم در اون وضعیت اون زمان همین بوده. دکتر گرفتاری که تو فرهنگ ما وجود داره این است که من عمدن این رو گفتم چون می‌خواستم دقیقاً بگم. من که اولش یعنی می‌خوام اون چیزی خدمتتون عرض کنم، من غالبا دیدم مثلا در فرهنگ ما عقل رو در مقابل یا عشق می‌گذارن. اصلا من حیرت می‌کنم یا دوستانی که می‌خوان بگن مغز با قلب متفاوته. شما میدونین خبری در قلب نیست، قلبا رو عوض میکنن، یه مغز کوچیک اونجا هست، رایت، قلبا رو عوض میکنن، هیچ طورم نمیشه، همه چیز اونجاست.
و اصلا جدالی وجود نداره. افهم تو همین بحثی که در آغاز برنامه داشتم، اگر یک کسی رشد احساسی عاطفی حتی جنسی رو چون به اینا مرتبطه داده باشه، رشد عقلی و ادراکی هم داشته باشه، اینا با هم همراهن. درست پس که چشم شما چیزی رو میبینه و گوش شما که اون آدم داره حرف میزنه میشنوه. دو چیز متفاوت هستن ولی کاملا به هم مرتبط هستن. و همیشه است که من ابدا تضاد نمیبینم. نتیجتا ما تعاریفی رو که درباره عقل و حتی علم و اینا، حتی فرض کنیم مثلا عقل در گذشته های مقدار مقصود اداره کردن زندگی اقتصادی بوده یا عقل معاش بوده. عقل معاش بوده. و اصولا عاقل کسی بوده که راه رسیدن به هدف رو مشخص میکرده. من اونو در اون مفهوم میتونم بفهممش، ولی این با مسئله یعنی اخلاق ارتباطی نداره. و در نتیجه اگر شعر رو اونه که من فهمیدم و الان مطالبی که شما فرمودید، من فکر میکنم نه، اون خرده بوده است، یعنی در حقیقت یک آگاهی، و نه این عشق بوده است و تازه این عشق به فرزانگی برسه که شاید استای فرزانگی هم در حقیقت به برنده شدنش باشه. نمیدونم چون شما شعر رو فهمید. بله بله، یعنی به اونجاست. دقیقاً. ولی همین نکته من این بود که ممکنه که تعاریف مدرنی که ما الان از این مسائل داریم بسیار بسیار متفاوت باشه. کاملا. چون میدونید یه نهضتی هم الان متاسفانه در فرهنگ و کشور ما شروع شده که داریم، که به نظر من جمود فکریه، که چون حالا خودمون نمیتونیم فکر کنیم، باید بگردیم ببینیم که در قرون گذشته بزرگان ما که یک سر و گردن 100% از عصر خودشون جلوتر بودن ولی هنوز در قرن 21 میلادی قطعا نبودن، اونها بتونن مسائل امروز ما رو حل بکنن. و این میتونه این مشکل رو به وجود بیاره، برای اینکه سعی کنیم پرسش هایی که برای امروز داریم پاسخهاش رو در گفته های بزرگان قرون گذشته. تو قبرا رفتن و اینا یه چیزایی پیدا میشه ولی نه اونقدر. بعدم این مفاهیم تازه، ببینید شما فرض کنید یه انسانی هستید مال 1000 سال قبل. شما در 1000 سال قبل وکابولری که برای توصیف جهان دارید فرض بفرمایید هست 30,000 تا لغت. بله. و بنابراین شما تو این 30,000 تا لغت باید همه جهان رو قرار بدید. اما اگر شما در قرنی هستید که تعداد این 30,000 تا به نظر من شده 150,000 تا، حداقل 5 تا 10 برابر شده، شما معلومه که این واژه هاتون به هم نمیخونن. به همینجاست که من اگر یک کسی بگه بیام بریم سراغ حتی مولانا یا سعدی یا حافظ و یه لغت رو از اونجا در بیاریم و این لغت رو بیاریم امروز، من مطمئن هستم که چون موضوع واژه که نیست، موضوع محتوای واژه است، اساس کار بر تعریفه. به همینجاست که من همیشه سر کنفرانس ها و کلاس ها و بحث هام اول تعریف رو ارائه میدم. از نظر من عشق اصلا رابطه ویژه احساسیات ویز میان زن و مرد. نه این لغت رو حاضرم برای عشق مادر به فرزند به کار برم، نه عشق به خدا اصلا من میفهممش که هنوزم نفهمیدم، نه عشق به هم نو. حالا جالبتر این که یه ده عشق دارن به هندونه و یه ده عشق دارن عرض کنم به سفر و یه ده عاشق کارشونن و ایده عاشق فوتبالند. و ببینید این لغت بیچاره همینجوری مورد سوء استفاده قرار گرفته، مثل خود توپ فوتبال شده. دقیقاً. و به همین جاست که دکتر وقتی که این منده اون کتابا رو وقتی که میخوندم یا همکتون میخونم نگاه میکنم در اون زمان این لغت اصلا چه معنایی داشته. درست فرض بفرمایید که شما نظر مردم در گذشته راجع به خدا یا راجع به انسان، مثلا تعریف ما به انسان، راجع به خلقت، راجع به آغاز خلقت، خب امروز شما اصلا قابل مقایسه نیست نظرتون با گذشتگان که بخوایم اون واژه ها رو به کار ببریم و دنبال اونا هم گشتن. نمیگم هیچ عیبی داره، خیلی چیزا مسلوش پیدا میشه، خیلی چیزا هم خوبه، ولی این مثل که رفتن سراغ فرض بفرمایید که صندوق خونه مادر بزرگه، برای میشه توش جواهراتی هم پیدا کرد، خیلی خوبه، ولی بسیاری از اون کفش و کیف و عرض کنم که لباسی که ایشون اونجا داره، من فکر نمیکنم هیچ دختری حاضر باشه بپوشه، حاضر باشه بپوشه و یه مهمونی بره. اونو باید مواظب بشه. من اگه اجازه بدید برگردیم به بحث اول برنامه و این که در مورد این چارتی که نشون دادیم و سیستم باوری یه اشاره کوچیکی کردید، ولی من دوست دارم این مسئله رو یه مقدار بیشتر بشکافیم که حتی فرض کنید در کابینه آقای اوباما کسی که مسئول یکی از مهمترین بخش‌های دولت ایشون هست که زمینه‌های بهداشت هست و برنده جایزه نوبل هست که روی ژنوم هم کار می‌کرده، ایشون یک فرد شدیداً دیدگاه اوانجلیستی مسیحی رو داره و وقتی که شما مقالات ایشون و گفته‌های ایشون رو راجع به مسائل مختلف فرض کنین از
از همه جنبه های مختلف نگاه میکنید اصلا متعجب میشید کسی با این دانش فراوانی که در زمینه تخصصی خودش داشته چطور ممکنه که یه همچین باورهای پوسیده‌ای رو واقعا هنوز بهش چسبیده باشه و حاضر نباشه ول بکنه. من خبر بسیار موثقی دارم که در کشور خود ما فرض کنید در ایران متخصص قلب هست که ولی سه شنبه ها میره و در چاه جمعکران عریضه میندازه. این تناقضات و خیلی ها از همین مسئله استفاده میکنن که خب چنین انسان هایی با چنین دانششون به این مسائل باور دارن، حتما اینا میدونن که به این چیزا باور دارن در قبال کسانی که مثلا با شک و تردید نگه میدارن. این چه توجیه روانی داره آقای دکتر؟ ببینید آقای دکتر، شما وقتی که به عقل میرسید، عقل در حقیقت یک نیروست یا ابزاره که وقتی از طریق منطقی و به طریق درست ازش اثبات کنید در ارتباط با واقعیت به شما جواب رو میده. حالا شما فرض بفرمایید پزشک باشید یا حالا چون به شما بیش کمتر بر میخوره فیزیکدان باشید. از همون فیزیک استفاده کنید که به کسی بر نخوره. فیزیکدان باشید. بنابراین شما با دید واقع بینانه علمی عقلی منطقیتون به واقعیات فیزیک رسیدید. ولی معناش اینجا این نیست که شما درباره موضوعهای دیگر وقتی پیچیده هستند واقفی. شما درست است که این دانشتون یه نوری میاندازه روی حریم اقتصادی، روی حریم سیاسی، روی حریم فلسفی یا تربیتی، ولی معناش این نیست که اون موضوع هم به همون اندازه‌ای که فیزیک رو میدونید میدونید. یعنی این مورد اولی. پس بنابراین یه نگاه کلی دار. این که من بیام برای شما یه بحث اقتصادی بکنم و شما به دلیل توانایی‌های علمی و عقلی که دارید من رو احتمالاً جایی که اشتباه میکنم یا شما رو میخوام به اشتباه بندازم من رو نگه دارید هست، برای که شما روزی که عقل و علم رو هر جا ببرید توانایی درک واقعیت رو دارید، ولی اگر نبردید چی؟ اون وقت است که من میتونم شما راحت فریب بدم که بیاد این خونه‌ای که نباید بخرید تو بخرید. یعنی به دلیل اینکه با موضوعی اقتصادی مسائل مالی آشنا نیستید، تازه این حریم یه علم به یه علم دیگه. بریم سراغ مسائل احساسی عاطفی. شما میتونید دکترا داشته باشید همونطور که دارید از بهترین دانشگاه MIT تو فیزیک، ولی معناش این نیست که از نظر احساسی و عاطفی و هیجانی که اصلا یه رشدی برای خودش داره در شما حسادت نباشه، در شما خشم نباشه، در شما افسردگی نباشه. بالاخره انسانی، برای که اون حریم با این حریمی چه ارتباطی نداره. بنابراین شما وقتی میرسه به حوزه احساسات و عواطف و هیجانات معلومه یه آدمی مثل شما، باز گفتم به پرتو علم و دانش و عقلی که دارید کار ساده است. من دوستانی داشتم حتی رو خط رادیو تلویزیون که میان پرسش میکنن یه آدمی، چون گفتید اشکال نره شما رو مثال بزنم، یه آدمی مثل شما رو من ظرف چند ثانیه میتونم متوجه یه پیچی بکنم درباره یه موضوع احساسی عاطفی و شما بلافاصله بپذیرید، درست مثل چیزایی که آدما میشنون برای اینو میدونستم ولی نمیستم موضوع این گونه است. اما اگر کسی اون عقل نداشته باشه گرفتاریم. من برخ از اوقات رو خط رادیو تلویزیون یه کوششی میکنم اصلا فایده ای نداره، من امکان ایجاد ارتباط رو هم ندارم. پس بنابراین دانش شما اولا به یه حوزه‌ای نمیاد، تازه به حوزه احساسی عاطفی نمیاد. بریم سراغ باورها و اعتقادات. دنیای باورها و اعتقاد اصلا جاش تو مغز یه جای دیگه است. یعنی شما به دلیل ارتباطی که با مادر بزرگ داشتید و مادر بزرگی که یه باورهایی داشته و اینو یه جوری تو وجود شما کاشته و برای شما یه گنجه یه جایی تو مغز شما داره و شما هر مطلب مخالف با اون رو اولا رد کردید، چون امروز از نظر علمی میدونیم همونطور که الان اگر 10 نفر اینجا بیان با 10 تا زبان صحبت کنن آخر کار من شما هیچی ازش نگرفتیم، ولی اگر یه ایرانی 5 دقیقه حرف بزنه ای بس تمام صحبتشو میدونیم. چرا؟ برای که با مغز ما آشناست. نتیجتا شما که از کودکی تحت تاثیر مادر بزرگ یه باوری رو که این دین خوبه و این اینقدر خوبه که اصلا مثل خورشیده، بقیه هم تازه هیچی نیستن، یه چند تای دیگه هم یه چراغ موشن، اینو تو مغز شما گذاشتن. حالا شما اگر حاضر نباشید که علم و عقل رو به کار بگیرید و در درک این واقعیت دینی حرکت کنید و با تمام وجودتون اونچه رو که حس میکنید احساس میکنید باش بجنگید، اونچه رو که باور و اعتقاد هست رو کنار بذارید تا بتونید حقیقت رو بفهمید، شما مطمئن باشید باز بر میگردید به اینکه اون باور مادر بزرگ از همه باورها درستره یا درسته. بنابراین ما میتونیم همچنان تمام این تخصصها رو داشته باشیم، وقتی وارد حریم باورها و اعتقاد بشه که از آن اصلا دنیای دیگریست، جهان بینی و فلسفه خون درست کنید. به همین جهته شما نگاه کنید، شما یه دینی دارید که میدید این دین من درسته، 5 تا دین دیگه همه غلط قبول، این فرض شماست. اما ببینید تو همین 5 تا دین
دانشمندانی خیلی بزرگتر از شما هستن که به همون 5 تا دین غلط باور دارن. پس نشون میده این موضوع هیچ ارتباطی با هم نداره. چون هر دو تا فرض رو پذیرفتیم. پذیرفتیم دین شما درسته، اون 5 تا دین غلطن. پذیرفتیم این 5 تا آدم فیزیکدانن، شیمیدانن، پزشکن، استادان حتی. شمایی هستن که اینجا هستی ولی اون باورها و اعتقادات رو دارن. به همین جهت است که این نشون میده ارتباط اینا با هم ندارن. ما تو کار روان درمانی و تراپی، مثلا من در این شهر که خوشبختانه هفته الان خیلی کم تر، ولی قبلا که فرصتی برای کار روان درمانی داشت، با دوستان بسیار در درجات عالی از توانایی هوش، توانایی عقلی، توانایی علمی، قدرت‌های فوق‌العاده هنری، استعدادهای باور نکردنی که من تا برخی از اوقات آرزوی دیدنشون و آشنایی باشون رو داشتم، به دلیل موضوعات خانوادگی، فرزندانشون یا مشکلات روانی سراغ من آمدن. و بعد شما یه دفعه می‌بینید در اون گونه موارد انقدر کوچکن که من برخی از اوقات، مثلا الان یه استاد عزیز ریاض اومد که بهش گفتم بابا جان تو ناقص الخلقه ای، سر و بدن تو درسته ولی پای تو اینقدره، یعنی اون تیکه تو اصلا رشد نکرده. علتش هم این است که حداقل می‌دونیم کودک انسانی تو 7 زمینه باید رشد کنه. این رشد فرض بفرمایید فیزیکی و بدنی ماست، جسمانی ماست، یه رشد سایکوسوشال داریم، یعنی رشد روانی اجتماعی، بعد یه رشد احساسی عاطفی جنسی، یه رشد عقلی و ادراکی کاگنیتیو، یه رشد شخصیت، یه رشد روابط انسانی و یه رشد اخلاقی. حالا شما فکر بکنید که شما دکتر، استاد برجسته دانشگاه با انحرافات جنسی ندیدید، با بیماری‌های جنسی ندیدید، با عشق‌های بیمارگونه و بیماری‌های احساسی عاطفی ندیدید، شما ندیدید، من هزارانش رو دیدم. بنابراین اینا با همین چرتوباتی ندارن. اشکال کار ما این است که تعمیم میدیم. حالا که این آدم فرض کنید فیزیک دانه، پس قرار نیست مسائل احساسی و عاطفی هم با اشکال داشته باشه، یا باور و اعتقادی به خدا داشته باشه یا نداشته باشه، به دینی داشته باشه یا نداشته باشه. هر کدوم از اینا حریم خودش داره. ولی اگر هستاری که اون دانایی و آگاهی دارید، حالا ما به موضوعهای اجتماعی یا موضوعهای مذهبی نگاه کردید و در اونجا هم اون دانش و آگاهیتون رو به کار گرفتید، کار رو برای شما خیلی خیلی ساده تر میکنه که به واقعیات برسید. مثلا اگر این واقعیات رو پدست باید یه توجهی به راحتی آدم میتونه درکش بکنه. به همین دلیل است که من آدمایی رو دیدم که برخی از اوقات گفتن با یه جمله چند ثانیه‌ای من تمام نظرم رو عوض کردم. یعنی من یه استدلالی برای خودم داشتم که یه چیزی اینچنین درسته یا غلطه، یه دفعه شما یه چیزی گفتید عوض شد. من به شما میگم آقای دکتر، من بارها از آدما به جرات میتونم بگم شاید بیش از 100 بار یا 100 بار شنیدم که ما فهمیدیم مثلا من هوش دارم ولی عقل ندارم. یعنی خیلی راحت، در حالی که ما قبلا توانایی ذهنی خودمون رو فکر کردیم اینتلیجنس و هوش با رشنال مایند و تینکینگ یه چیزه. به همین جاست که خیلی از مردم باهوشن، برای که هوش مسیر عادی خودش رو داره و همه آدما هوش رو دارن، ولی از نظر من هنوز 60% مردم دنیا عقل ندارن. بنابراین آدما باهوش هستن ولی کم عقلن، یا فرض بفهمیم باهوشن عالم نیستن، علم ندارن. من و شما درباره هزاران موضوع علمی ازم سوال کنید هیچی نمیدونم، تا اون مرزی که حتی سوال شما رو نمیفهمم. سوال شما رو نمیفهمم که شما اصلا چی دارید میگید. شما از خود وقت فرض کنید با یه دوستتون در زمینه فیزیک صحبت میکنید، خب من همینجوری خب اینا زبان خارجی دارن حرف میزنن، اصلا به من ارتباط ندارن. یا فرض کنید منی که مقدمات ریاضی رو نمیدونم از عهده حل معادلات پیچیده مثلا ریاضی برمیام، اصلا نمیفهمم چیکار اینا چی دارن میگن. بنابراین مسئله نباید مخلوط کرد. متاسفانه یه گرفتاری ما اینه که فکر کنیم اگر یه کسی در یه حوزه ای آگاهی و عالم داره، یه جایی که تو تبلیغات هم از این استفاده میکنن، شما یه خانم زیبایی هستید میگید حالا مثلا این ماشین رو بخرید، یا شما یه آدم معروفی هستید به شما میگن بیا تبلیغ بکن مثلا، حتی برو حالا این وکیل. خب اینا نشون دهنده این است که مردم در ذهنشون تعمیم میدن. شمایی که دانشمند فیزیکی ما هستید، پس درباره یک انتخاب ماشین هم، اونم بدونی که کار تخصصتون باشه، اگه بگید من تو اون رشتم رفتم آگاهی دارم، بله، حالا ماشین من چی بخرم؟ خونه بخرم یا نخرم؟ با این دختر ازدواج بکنم یا نکنم؟ خب اینا اونجاییست که خود شما همین سوالا رو داشت باشید، باید از کسی دیگه بپرسید. دقیقا. در حوزه تخصصی من بعضی اوقات که صحبتی میکنم از در زمینه‌های گسترش دانش، در مورد سرنوشت عالم صحبت میشه و بعد بعضی اوقات در این که چه سرنوشتی منظومه ای ما پیدا خواهد کرد، خب اون چیزی که به هر حال فیزیک مدرن، علم مدرن بهش رسیده رو میگم، ولی همیشه میگم
این اتفاق مثلا قراره تا 6 میلیارد سال دیگه بیفته، ولی اگر تا اون موقع انسان ها خودشون از بین نبرن. اینشتن میگه که احتمالاً دو چیز در بی نهایتن، یکیش عالمه و یکیش حماقت انسانان، و میگه در مورد اولی من مطمئن نیستم. این مسئله هر روز داره در دنیا تکرار میشه و نمونهش هم همین دیروز آقای کشیشی بودن که دو مرتبه قرآن سوزی رو کردن برای اینکه اخطاری رو بدن به دولت جمهوری اسلامی که از کشتن فردی که از اسلام به مسیحیت گرویده خودداری بکنه. حالا این چه حسنی میتونسته این کار داشته باشه به کنار، مثل اینکه من و شما اینجا الان پنجره رو باز کنیم بخوایم هوای تهران رو سرد کنیم. دقیقاً دقیقاً، یعنی آدم اینقدر باید ندونه چیکار داره میکنه. همین، و من واقعا یاد همین حرف اینشتین افتادم که هیچ محدودیتی برای حماقت انسان‌ها وجود نداره. اما میخوام ببینم که نگاه شما به آینده، چون من بعضی اوقات خیلی بدبین میشم، میخوام بدونم نگاه شما به آینده چی؟ یعنی فکر میکنم آیا یک زمانی بشر به اون خردی میرسه که یک انسان بالغ باید داشته باشه؟ چون به نظر میاد ما هنوز رفتارهای جمعیمون خیلی خیلی رفتارهای کودکانه است. آیا فکر میکنید قبل از اینکه ما خورشیدمون از بین بره ما خودمون رو از بین خواهیم برد، یا اینکه به اون خرد خواهیم رسید؟ خب امیدمون رو میدونیم چه هست. از نظر من به اندازه کافی اون دانایی و توانایی در جهت مثبت هم از جمله برتراند راسل خیلی قشنگه، میگه اگر بشریت تا به امروز خودش رو نابود نکرده از نادانی و ناتوانیش بوده. امروز که دانا و توانا شده میتونه این کارو بکنه. پس بنابراین ما دانایی و تواناییمون مهمه که چگونه مورد استفاده قرار بدیم. به من فرمایید در سطح جهانی خطر هست، اصلا نمیشه انکار کرد. شما میدونید که حالا زمان جنگ سرد که اصلا چقدر جدی بود. که یه اشتباه میتونه گرفته، هنوزم میتونه اشتباه گرفتاری به وجود بیاره. یعنی ما در یه همچین دنیایی هستیم، به همین دست که واقعا خل سلاح عمومی و اتمی در سراسر جهان باید هدف انسان باشه، که انسان اگر یه روزی خواست حماقت کنه یا اشتباه کنه یا کسانی به دلیل بیماری و گرفتاری خواستن موجب نابودی دنیا بشن نتونن، برای که وقتی میتونیم همیشه احتمالش هست. پس اینم هست. اما شما میدونید در یه تجزیه و تحلیلی که گفتن اگر آغاز در حقیقت وجود انسان رو بر روی کره زمین بذاریم روز لحظه اول ژانویه و الان در 31 دسامبر باشیم ساعت 12 شب، یعنی یک سال تمام طول تاریخ بشریت باشه، اگر اشتباه نکنم، حالا اونقدر مهم نیست، اصلا بشریت اینجوری که امروز خوش بره که تو 24 دسامبر پیدا کرده، 27 28 که اصلا زراعت و کشاورزی رو شروع کرده، حضرت فرض کنید مسیح 9 صبح روز 31 دسامبر متولد شده، حضرت محمد ساعت 12 متولد شدن، کریستوف کلمب امریکا رو ساعت 9 در حقیقت کشف کرده، تمام این اختراعات که شما در دنیای امروز مال این 2 ساعت آخر ساعت 10 تا 12 روز 31 دسامبر. بنابراین حرفی که به من و شما میزنن در این زمینه این هست که یه 5 دقیقه ما وقت داشته باشیم، حالا که ما یه سال وقت دادن 5 دقیقه فرصت بدن ما اوضاع رو درست کنیم. اما اگر تو این 5 دقیقه زدیم خودمون رو کشتیم و نابود کردیم، خب اون یه قصه دیگه است. من بسیار امیدوارم و بعدم برای تا زمانی که زنده هستیم و نابودمون نکردن که میتونیم خوب و درست عمل کنیم. اگر این موقع اشتباه شد که امیدوارم نشه قصه دیگری است، ولی من برخلاف بسیاری از دوستان باورم به یه حرکت در حقیقت تکاملی ادواری است و به خاطر اونه که معتقدم ما دوران فرو رفتن و در حقیقت فرود رو داریم اما فراز رو هم داریم و در نتیجه ما در مقدمه اون حرکت هستیم و به همین جهت من فکر کنم 20 سال آینده که در همه زمینه‌ها تغییرات اساسی پیدا شده، صحبت از عمر 250 ساله و 500 ساله و 1000 ساله انسان می‌کنن، حداقل یه فرصت کوتاهی هم تو این زمینه‌ها بدیم، مشروط بر اینکه سوداگر زر و زور و زر یه مقداری نقشش رو تو زندگی ماها کم کنه و یه ذره انسان رو بهش فرصت آزادی. شما تازه بحثی رو شروع کردین که من امیدوارم به ما یک فرصت دیگه بدین که از همینجا شروع کنیم. خیلی لطف کردید که تشریف آوردید به برنامه خودتون. اگه گفتم پیشنهاد برنامه پشتیبان هم